برنامه هایی در درون اینو دوست داشتم صحبت کنم در اینجا برنامه هایی شروع شده در شبکه های اجتماعی به ویژه یوتیوب که حالا یکی مثلا همین کانال آزاده مناظرهایی رو میذاره خب من بعضا نگاه میکنم این مثلا مناظرهایی که دارید میبینید پوزش ما یه لعنت بر حسین امشب ما نداشتیم یه جمن یه لعنت بر حسینی داشته باشیم آخش آدم یاد تشنگی حسین میفته و یه چیزی مینوشه خیلی جیگرش حال میاد واقعا یه برنامه های شوشا خیلی نظر منو پرسیدن آقا نبود این مناظره ها یا برنامه هایی که مثل دیدار نیوز یا یه سری رسانه در داخل شروع کردن مناظره اینجوری میذارن که قوی تعینش فکر میکنم آزاده مثلا این دخانچی حوادر شریعتی رو با اون یکی آورده جفتشون اصلا توی دنیای شهرستانی اصلا نمیدونم چی بگم ببین من نظر مثلا اینم الان مناظره ای که من خودم نگاه کردم آیه عبدالکریمی با آقای حاتم قادری حالا اینم که این عقب افتاده مهدی جمشیدی ببین تیترا رو میخواستم حالا اصلا اینجا یه نگاهی بکنیم اینم که الان اومده نیدم مناظر محمد فاضلی و محمد مالجو درباره میانجیگری سیاسی میانجیگری سیاسی بس اینجا اصلا در مورد این خیلی هم من پای سیاست در بمب خیلی هم من پرسیدن نظر تو در مورد کلیت این مناظره که این یکی رو هم دیدم جالب بود آیا ایرانیان سکولار شده مناظر حسام سلامت و محمد ملعبوس این هم مثلا نگاه کردم چقدر هم طولانی بود اینا ولی من یه چیز کلیت بگم خانمم اتمام این اینا نگم خب که چی میگن اینا گفتم ببین من به خاطر کارم خب به خاطر که واژگانم بتونه تو،, تو خارج بالاخره داریم زندگی میکنیم واژگان تو حوزه جامعه شناسی و علوم انسانی هم مورد علاقه منه من اینا رو نگاه میکنم بخش قابل توجهش به خاطر که دایره واژگانم هم, هم بتونم کمک کنم به دایره واژگانم و اینکه زبانم فراخ بمونه بتونم از واژگان بیشتری استفاده کنم تو ادبیاتم من این کاری که این جماعت میکنن خیلی نظر خواستن از من کاری که این جماعت میکنن اولا ما یه فضایی داریم در اسپیس و توییتر میگم در اسپیس توییتر و در کلاب هاوز اولا تون باشه جریان براندازی جریان مردم و حتی جریان انقلابی هوادار حکومت این سه جریان در تمامی این سالها هیچ موفقیتی در بستر کلاب هاوس و اسپیس های توییتر نداشتن اینها تسخیر شده توسط جریان اصلاح چون وقت میذارن شبکه اجتماعیشون قویه و میتوانند که سخنران خودشونو بیارن و بتونن فضا رو تو دست بگیرن و صحبت هایی که اونا میکنن بسیار بسیار سخیفه البته با ادبیات کاملا اکادمیک وقت تو تلف میکنن تو اون فضا که اصلا فراموشش کنی اما شمعی از اون فضا امروز داره تو رسانه های جدی تری به مانند یوتیوب یوتیوب رسانه رسانه جدی است کار فکر سازی تو این بستر انجام میشه بازدید هزار تا توی یوتیوب به اندازه یک میلیون بازدید در اینستاگرام و غیره شاید بعضا بیشتر میارزد این شما آدمی رو داری از نظر فکر دارم میگم تو اینستاگرام من الان مثلا یه ویدیو در مورد رفع هم تو اینستاگرام دو میلیون و دیویس هزار نفر بازدید کردن اندازه یک برنامه بیس هزار تایی که در یوتیوب میسازم نمیارزد این 20000 تا ارزه چون یوتیوب بیننده جدی دارد اینستاگرام بیننده چی دارد بیننده غیر جدی داره داره گوششو بالا پایی میکنه هر ویدیویی بیاد نگاه میکنه یوتیوب تو انتخاب میکنی کدوم برنامه رو ببینی پس بیننده در بستر یوتیوب بسیار جدی است بیننده یوتیوب و شما نمیتونی با بیننده ی سطح بین من خود من اصلا سطح بین خود من وقتی که میخوام درازی بکشم بخوابم یا حتی ببخشید دستشویی آدم میده نشسته تو دستشویی دوتو... الان عادت دیگه همه تو دستشویی میشینن گوشیشون رو بالا با میکنن در اون بستر اینستاگرام قابل رایته اما در بستر یوتیوب بیننده جدید حالا از یک شمعه ای از اون فضای در حقیقت اصلاح طلبیه به یه شکل دیگه ای داره نمود پیدا میکنه تو این بستر یوتیوب اما در مورد این مناظره که من بیشترش رو نگاه کردم میخوام با صحبت کنم اولا این که خانم سوال کرد آقا اینا نگاه میکنی داستان چیه مثلا همین دو جامعه در یک کشور حرفاشون درسته گفتم حرفا درسته ولی بذار برات بگم داستان چی من که حالا به خاطر اینکه کارمه میخوام ببینم که دب دب اینا چی میگن فضا چیه نگاه میکنم اما حکایت اینا میدونیم مثل چی مونه یادتون باشه جامعه شناسی و کار سیاسی به خود جامعه شناسان با تعاریفی که تعریف میکنن میتوانن بسیار نزدیک بشن به آخوندا آخون دیدی چقدر هر رافه رایفی پور کرمچاله رو دیدی میبرت تو دنیای دیگری حرفای مف زیاد میزنن جامعه شناسی در چارچوب آکادمی کم این کارو میکنه یعنی اون چیزی که ما به زبان ساده تو برنامه رو دست میگیم این با واژگان داگر واژگان خیلی زیادی وقت تو هی میگیره 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 ببین مثلا این خودکار افتاد زمین من الان این اتفاق که میفته به تو میگم خودکار از دست من افتاد زمین جامعه اینو نمیگه در بستر یعنی خیلی میخواد تلاش کنه قضیه رو دانشگاهی کنه اینا میگه اولا این خودکار از چی درست شده اجزا و ابعاد اجزا و ابعاد این خودکار چقدر هست اندازه این خودکار چقدره وزنش چقدره مولکول های این خودکار چیه پلاستیکی که ازش درست شده از کجا آمده و حالا چرا این تو دست تو بوده این دست تو اجزاش چیه من این افتاده این بالاخره باید بررسی کنیم میزان جاذبه زمینی که در اینجا بوده چقدر بوده همه اینا رو میگه 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 میگه, در مورد پلاستیک این خودکار میگه در مورد در پوش این خودکار میگه در مورد جوهری که تو این خودکار از کجا تهیه شده میگه همه اینا رو میگه تهش میگه که بله خودکار خود زمین دیگه آخرش هم اینقدر صریح باز نمیگه خودکار خود زمین یعنی میپیچونته نه که همشونا من نمیخوام نسخه کلی نه اکثرا این برنامه اینه برای همین من زیاد پیشنهاد نمیکنم کنم چون کل دو ساعتی که صحبت میکنن یک دقیقه است مثلا من اگه میام دو ساعت برنامه خب یه بخش جنگ روانی با دشمن اخبار روز رو داریم بررسی میکنیم چه اتفاقاتی افتاده در کنارش واقعا حرفایی هم اگر میزنیم تو خط بررسی بعضی از مسائل من خیلی ایمپیتیری دارم صحبت میکنم و به زبان ساده صرفا دارم تولید محتوای جدی و البته قابل فهم میکنم اینا میشینن دو ساعت همونه مثلا الان من امروز اینو این مناظره رو نگاه کردم نه اینکه حرف غلطی بزنن و من نمیخوام بگم حرف غلطی دارن میزن ولی دو ساعت این دوتا آدم نشستن صحبت کردن بسیار اکادمیک بحث کردن که ثابت کنن جامعه داره میره به سمت ضد دین یا, یا داره یا هوادار دین حالا چیکار کنیم که پولاراریسم و تحمل پذیری در این جامعه ایجاد بشه من سوال جدی تر اینجاست اینا همه دارن تو ایران این برنامه ها رو میسازن درسته چرا حکومت جلوشونو نمیگیره چون بعضا در این برنامه ها افرادی رو از خارج میارن که این افراد مورد تایید یا خود این آقای حاتم قادری که حرفاش همه درسته من بسیار قبولش دارم حاتم قادری رو در یه چارچوبی قبول دارم آقای بخارایی رو که خیلی دوستش دارم خیلی قبول دارم این سوال جدی آره جان مرسی بابت عضویت در یوتیوبمون سوال جدی این دخانچیم هم که هیچ این که سرتون کلاه میذاره دنبال و اینا چرت مثلا آی سروش دباغ مورد تایید حکومت نیست یا مثلا شما چهره هایی رو میارن به مانند این آقای چه واعز که اصلا یک فرد امنیتی در مورد بحث هسته ایرانه تو این برنامه آوردن سوال اینه پس چرا جلوی اینا رو نمیگیرن این صحبت هایی که اینا میکنن یا این داتایی که آورده بودن حرفاشون هم درست بوده نه که حرف غلط باشه من دارم میگم حرف درست سر کش میدن به صورت آخوندی هم اشاره کردم دیگه خودکاری که افتاده من میگم خودکار افتاد این میگه نه جاذبه زمین چقدر بوده پلاستیک خودکار چیه جوهر خودکار چیه کاری که این جامعه شناسا باهاتون میکنه برام که شما باید بهشون حتما بگید استاد دیگه که البته نمیخوام بگم نیستن یا هستن ولی میخوام بهتون بگم چیزی به ما اضافه نمیکنه اما سوال اینه بعضا در این برنامه ها با زبان تون آقای حاتم قادری سر تا پای نظامو شست دیگه سوال اینه که چرا نظام جله اینا رو نمیگیره چرا جله اینا رو نمیگیره من بهتون پاسخ میدم برای اینکه 84 درصد این جامعه ضد این نظام شده و در جنبش زن زندگی آزادی به سمت رادیکالیزم رفت و سرمایه این جنبش 84 درصدی ضد حکومت خشم و تنفره این برنامه با عنوان یک سوپاپ اطمینان خشم و تنفر تو میده بیرون وقتی که آقای حاتم قادری داره حرف منو تو رو میزنه به یک شکل دیگری چون در درون ایران ما خوشحال میشیم نه اینکه آقای حاتم قادری آدم بدی باشه هزینه داده دمشکم کم در داخل ایران من در خارجم داره زحمت میکشه حاتم قادری و نظام ببین اتو بهتون میگم این برنامه ها نه که کامل به نفع نظام باشه قطعا به ضرر نظامم خواهد بود بحث سود و زیانه نظام در یک ببین مثل سریال های زامبی رو میبینی زامبی دست یکی از این قهرمانان برنامه ها رو زامبی رو مثلا گاز میگیره میره دیگه وقتی گاز بگیره این در حقیقت مریضی زامبی کل بدن رو میگیره و اون طرف میمیره وقتی دست گاز میگیره طرف مجبور اون دست رو قطع کنه قطع کردن دست هزینه است دیگه اما در این شرایط راهی نداره دستش رو قطع میکنن که بدن سالم بمونه نظام با قبول کردن برنامه هایی بماننده همین برنامه آزاد یا برنامه های این چنینی که داره الان اجرا میشه در ایران که یکی دوتا نیستن زیادن و البته مفید هم هستن در جای خو، جایگاه خودشون حاضر شده یه دستی قطع کنه حاضر شده تیربون بده با حاتم قادری که بیاد حرف بزنه چرا؟ وقتی که جلوش بیان مثلا بیژن عبدالکریمی رو بزنن و تلاش کنن جامعه ای که به شدت خشمینه بگن آقا این خشم تو چیزا بی کلاسیه این خشم تو بزنن تو سر خشم جامعه خشم جامعه رو تحقیر کنن خشم جامعه رو از بالا به پایین به صورت دانشگاهی نگاه کنن مثلا من برنامه رو که نگاه میکنم به صورت دانشگاهی بیژن عبدالکریمی یا همین آقای محمد فاضلی یا در این برنامه هر دو م... هر دو در حقیقت اه... افراد مهمان محمد مله عباسی و حسام سلامت هر دوتاشون از بالا به پایین به طرق مختلف یکی یواشتر یکی ملایمتر یکی تندتر خشم جامعه رو تحقیر میکنن که این جامعه که خشمینه اشتباه جامعه قربانی که تنها سرمایه امروزش خشمه یعنی شما از مردم ما که سرمایه ما که تو اپوزیسیون هیچ اپوزیسیون که نداریم دولت های خارجی هم که پشت این مردم نیستن یعنی اصلا شوخیه بگیم که دولت های خارجی دلشون برای مردم ما سوخته در درون حکومتم هم که اصلاح طلب هم که مردم همیشه وچول مصالحه میخوان قرار بدن بگن آقا این مردم کف جامعه رو ما میتونیم آروم کنیم ف... اگر هم مثلا به ما باج ندی به نظام میگن به ما باج ندید ما این مردم رو علیه به ماننده سال 88 فشار از پایین چانه زنی از بالا یعنی مردم در نگاه جریان اصلاح طلبی آقای خاتمی وچول مصالحه گرفتن قدرتن خب بدنه انقلابی هم که اصلا وضعیت موجود رو ایجاد کرده پدر ما پس ما مردم هیچی نداریم این یادتون باشه ما توده مردم که 84 درصد ملت ایران رو تشکیل میدیم و این وضع موجود رو نمیخوایم هیچی نداریم تنها چیزی که داریم خشمه که این خشمه رو بتونیم تقویت کنیم در جایی بتونیم ازش به صورت خیابانی یا جاهای دیگه یا با اون فشاری که با این خشم ایجاد میکنیم علیه حامیان حکومت و علیه بدنه این نظام دست کم بتونیم اقداماتی بکنیم البته من نمیگم این اقداماتی که از تولید خشمه به نتیجه میرسد نمیرسد مفید هست نیست یا اینکه درست هست یا حتی درست نیست من میگم تنها سرمایه است <applause> تنها چیزه شاید هیچ به نتیجه نرسیم میگم یعنی تنها چیز تو این خشمه این برنامه ها با نگاه آکادمی که از بالا به پایین نگاه کردن به شما یعنی کسانی که دعوت کردن با گفتمان آکادمیک خشم تو رو تحقیر میکنه آقا در این شرایط تو به عنوان قربانی نباید خشم داشته باشی و تلاش کنی برادری تو به نظام حاکم همچنان ثابت کنی یا باید تلاش کنی برادری تو یا باید تلاش کنی تو به عنوان قربانی تو به عنوانی که هیچ ابزاری جز خشم نداری تو به عنوانی که قدرتی هم نداری قدرت دست بدنی بدنه حکومته و حتی اینکه قدرت ما نداریم از همون سلب مسئولیت میشه مسئولیت با کسی که قدرت دارد با همه این وجودا کاری به حکومت نداره کار به تو مرد داره که آقای مردم درست تو قدرت نداری یه کاری کن با حکومت بتونی کنار بیای کاری که این برنامه میکنن اینه در کنار اینکه وقت تو میگیره که همین خودکاری که افتاده زمین و یک ساعت در مورد پلاستیک و جوهرش بر تو به زبان آکادمیک صحبت کنه دو ساعت پای برنامهش میشینی تهش میبینی آقا این دو ساعت کلا میتونستن تو دو دقیقه بگن ا مثلا میگه دو ساعت اینو گوش میکنی میگه میکن. این دو ساعت چی فهمیدی خودت پاره کنی دو خط بیشتر نمیتونی بنویسی چون دو خط بیشتر توضیح نداده ولی همون دو خط تو برات طول و تفسیر داده همون دو خط تو با واژگان اکادمیک از زوایای مختلف نگاه کرده برای همین بیت محتوایی نداده این برنامه برای من مفیده برای من به عنوان کسی که نیاز دارم پادکست خوب گوش کنم نیاز دارم که با زبان فارسی و زبانهایی که ببینم چه صحبتایی میشه برای من برای کارم که دارم هر شب برنامه اجرا میکنم برای من مفیده ولی من این برنامه ها رو برای جامعه مفید نمیدونم نمیخوام بگم موزره ولی هدف اینا که جمهوری اسلامی جلوشو نمیگیره آقای حاتم قادری میتونه سرتاپ های نظام رو فشکش کنه ولی نگیرنش آقای زیبا کلام میتونه سرتاپ های نظام رو فشکش کنه بعد از این همه سال بالاخره به نظام فشار بیاد بگیرنش دلیلش چیه؟ یک دلیلش بله اینه که تعداد معترضین بیشتر شده یه خورده نظام زورش هم شاید دیگه نرسه اما در نیم نگاه جدی اینه که نظام داره دست خودش رو قطع میکنه در شرایطی نظام قرار گرفته که میخواد اون 84 درصدی که با سرعت با شعارهای کتلت با شعارهای دانشجویان دانشگاه شریف که حواله مردانه رو دختر دانشجوی نخبه شریف با واژه کافدار تقدیم بیت رهبری میکنه میخوان این خشم زیر سوال ببره میخواد این خشم رو تحقیر کنه که جا جامعه بیاد پایین از قضیه که این اشتباهه جامعه تنها سرمایه ای که داره خشمه و من این برنامه ها رو محکوم میکنم این آقاین تحلیلگر این آقاین جامعه شناس که نوع جامعه شناسیشون هم البته با آخوندیس بیشتریاشون فرقی نداره به استثنای آقای بخارایی و حتی آقای حاتم قادری و اینا ولی بخش قابل توجهی از این جامعه شناسان همون آخوندا هستن به شکل دیگه آخوندای مدرنن که خوب میتونن تونتون صحبت کنن و از زوایای مختلف صحبت کنن ولی محتوای جدی به ما نمی دن. راه به ما نشون نمیدن صرفا راهی که دارن جامعه و سب کنن جامعه و تحمل کنن و خطابشون با جامعه است من اصلا مشکل دارم الان کسی خطابش با جامعه باشه خطاب مردم و خطاب تحلیلگر خطای روشنفکر این خطاب این خطاب. این هم خطرش خطاب خطاب ها باید به نظام حاکم باشه متا این هزارا دیواری مثل که کوتاتر از مردم پیدا نکردن حالا اینجا یه نقدی میتونیم بکنیم که آقا تو خود قبل از مهسا همین کارو میکردی من قبل از مهسا میکنم زمان با زمان فرق داره قبل از مهسا گوشی موبایلی که وجود داشته الان تو بازار نیست دنیا به روز میشه تازه تای تای تایش هم میخوای بگی که تا هم همون کارو میگردی دیگه میخوام بگم اشتباه کردم غلط کردم الان نمیکنم حالا حرفت چیه بحث امروز است قبلا هم اگر کردیم هزاران توجیه داریم ولی توجیهات بذار کنار تایش میخوام بگم غلط کردم دیگه ادامه نمیدم چیکار کنم الان بقیه اونایی که همچنان دارن همون مسیر میرن یا همچنان اونایی که توی فضای اپوزیسیون تو لس آنجلس هوادار رضا پهلوی هم میرن حج مکه خانم فرای پهلوی که اسلام دهنشو سرویس کرده با این سن و سال هنوز انقدر نمیفهمه سال 2017 میره پول بگیره از عربستان میره ریاض ولی برگشتنی پسرشو مجبور میکنه بره مکه زیارت کنه از اونها خیلی بهترم از اونها خیلی بهترین یعنی اینا تو این سن و شهبانو ورای بلوی بابا اسلام خار مادر تو یکی کرد از کشور انداختت بیرون بچه ها تو اسلام کشت لیلا حاتمی جوانی که میاد خودکشی میگه اسلام کشت. تو هنو بلند میشی میری مکه فیلمش دیگه هست دیگه دیگه هست دیگه این یعنی خفشن خیلیا بالا همیشه هم از این هواداران این بالا هم میشه میان تو کلاپوس همچنان آقا نه اگه اسلام نابود شده چرا همچنان به اسلام حمله خفشه ده میلیون هوادار داره این ده میلیون هوادارش کشور گرفتن و با باید این کارو بکنی بنابراین حرف من تهشینه تنها سرمایه ما یه خشم است هر کسی به هر طریقی این خشم جامعه رو میخواد کنترل کنه میخواد مدیریت کنه میخواد کانالیزه بکنه کانالیزه به سمت در حقیقت آرام شدن کانالیزه به سمت سرد شدن نه اینکه ما ما این خشم جامعه رو من کانالیزه کنیم به سمت اسلام زدایی به سمت اتفاقا داغ شدن بیشتر کانالیزه به سمت سرد شدن این آدم داره همکاری میکنه با جمهوری اسلامی الان در کلاب یه حرام لقمه زنازاده ای به اسم امیر وظیفه شناس اومده در کلاب بچه به من گزارش دادن خوشش داره پاره میکنه هنوز تایید صلاحیتا نیومده خوشش داره پاره میکنه که ما بعد تو این بازی شرکت کنیم امیر وظیفه شناس تربیتش کردن برای یه همچین روزی دفاع کنه که باید شرکت کنیم در انتخابات این امیر وظیفه شناس هنوز نمیفهمد که میگه نه آقا ما باید مشارکت سیاسی سی کنیم هر چند که نظام حاکم بخواد این کارو کنه اون کارو کنه یک سری شبه استدلال هم برای خودش داره تو این راستا در ایران هم هست برای همین نمیگیرنش خیلی نکته مهمیه این شبه استدلال هایی که میاره هنوز نمیفهمد در حکومت های پاپولیست تمامیت خواه شرکت کردن در انتخابات رأی دادن در انتخابات مشارکت سیاسی نیست همدستی سیاسیه شماها به طرق ما یا این آقاین تحلیل مانند آقای بیژن عبدالکریمی هنوز نمیفهمه به عنوان روشن فکر به عنوان جامعه شناس هنوز نمیفهمه با محکوم کردن مردمی که قدرت ندارن با محکوم کردن مردمی که قربانی هستن با محکوم کردن مردمی که سرمایه جز خشم ندارن و با تحقیر کردن خشم مردم و اینکه میگه ما باید بریم کنار این نظام این نظام رو بتونیم از درون اصلاح کنیم امروز بعد از اتفاق مسا نمیفهمد این کاری که تو داری میکنی نامش روشن فکری و یا در حقیقت اکت سیاسی نیست اینا همدستی با سیستم قاتل است همدستی با سیستم پوپولیست است چون الان 84 درصد جامعه نظام ترسیده این جامعه خشمگین است بله فضا رو مجبور شده نظام باز کنه دستش رو قطع کنه این دست قطع کردنه اینکه به شما اجازه میده حاتم قادری بیاد این حرفا رو بزنه آقای بخارایی بیاد این حرفا رو بزنه قطعا به نظام فشار میاد چون داره دست خودش رو قطع میکنه برای یک حکومت پاپولیس یک حکومت تمامیت خوا سخنان آقای حاتم قادری فوش خار براش فشار میاد بهش داره دستش رو قطع میکنه ولی بهتر از اینه که بدنش بمیره با این ها دست کم شما ها میتونید کنترل خشم مردم رو به دست بیارید با این کارا شما ها میتونید یه سپاپ اطمینانی بشید نظام حاکم برای اینه که جلوی این برنامه ها رو نمیگیره نظام حاکمی که از یک نقطه نمیگذره نقطه حسین شنبزاده رو میره دستگیرش میکنه براش پرونده سازی میکنه سوال چرا الان شماها ها رو باهاتون کاری نداره برای اینکه حزم کرده نظام حاکم اینقدر احمقم نیست میگه بذار جامعه رو اینا با این حرفا یه مقدار خشمشون رو کنترل کنن یه مقدار حرف جامعه رو از طریق این برنامه ها اینا بزنن به عنوان تحلیلگر ولی اون بخش اصلی که خشم مردمه اونا تحقیر بکنن خیلی نکته مهمیه بعضا تمام این تحلیلگر ها به میتی جمشیدی یعنی همین دوتا تحلیلگر هر دوشون بخشی از حرفای من و شما رو میزنن ولی اون بخشی که خشم جامعه میخواد بره دهن این نظام و سرویس کنه هر دو اون خشم رو تحقیر میکنن نظام حاکم اینو میخواد میگه برید یه بخشی از حرفای مردم رو بزنید به من حمله کنید اما اونجایی که جامعه میخواد بیاد به صورت فیزیکی با من خشم کنه که از من آرمان علی وردی و از من روح الله عجمیان بگیره و از خودش در حقیقت تولید مجد رضا رهنورد داشته باشه اون بخش رو به صورت اکادمیک و از بالا به پایین کاملا تحقیر کنید این کار این برنامه هست که لازم دونستم که این توضیحات کامل بدم مرسی همیاران بابت استیکه امیدوارم بدونید که من به این برنامه نه تنها اسادت نمیکنم اینجا اعتراف کنم از این برنامه ها کلیات گرفتم افرادی که تو این برنامه میان آدمای با و ولی دو ساعتی که صحبت میکنن پنج دقیقه محتوایی واقعی است از دو ساعت صحبتی که میکنم پنج دقیقه محتوای واقعی است. و این دو ساعت لفاظی میکنم و من به عنوان کسی که چون برنامه سازم دایره واژگانم میخوام قوی باشه از این دو ساعتش گوش میکنم استفاده میبرم از تک تک این افراد به جز اون مهدی جمشیدی یا هروم لقمه بنده از همهشونم هم یاد گرفتم بهتون بگم ولی کلا میخواستم بهتون بگم که خرم نیستیم میدونیم شماها دارید چیکار میکنید اینو خواستم بگم